درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی تلویزیون پارس. از شما دعوت می‌کنم به خبرهای امروز شنبه اول مهر ماه 2582 ایرانی 1402 هجری خورشیدی برابر با 23 سپتامبر 2023 توجه بفرمایید. همزمان با روز اول مهر و بازگشایی مدارس، ابراهیم رئیسی خواستار نظارت بر دانش آموزان در جامعه شد و کاربران شبکه‌های اجتماعی با تصویر گرافیکی چسب زخمی که روی آن همشاگردی سلام نوشته شده است، یاد دانش آموزان کشته شده در اعتراض‌های سال گذشته را گرامی داشتند. ابراهیم رئیسی که روز شنبه اول مهر برای آغاز سال تحصیلی جدید به یک مرکز آموزشی در بهارستان استان تهران رفت، از والدین دانش آموزان خواست که ارتباط خود را در با مدرسه حفظ کنند، چون به گفته او رها کردن بدون نظارت دانش آموزان در جامعه آنها را در معرض سوء استفاده راهزنان فکر و اخلاق قرار می دهد. این اظهارات بعد از مشارکت گسترده دانش آموزان در اعتراضات سراسری 1402 مطرح می شود که در آن محصلین شعارهایی را علیه جمهوری اسلامی سر دادند و دانش آموزان دختر در شهرهای مختلف با برداشتن حجاب اجباری به خیابانها رفتند و در فضای مدارس نیز تجمع کردند. در حالی که وزیر آموزش و پرورش به تازگی ادعا کرده بود برنامه‌های ویژه‌ای را در رابطه با محرومیت زدایی دانش آموزان مناطق محروم اجرا کرده است، دانش آموزان بخش لوداب از توابع کوهکیلویه و بویرحمت سال تحصیلی جدید را در مدارس فاقد میز و نیمکت، لوله کشی آب، پکیج گرمایشی و ایمنی آغاز کردند. بر اساس آمار اعلام شده توسط کوروش بینیاز بخشدار لوداب، 35 مدرسه در این بخش فاقد سرویس بهداشتی لوله کشی آب و در 45 مدرسه نیز هیچ وسایل گرمایشی و ایمنی وجود ندارد. او گفته است که 10 مدرسه کپری هم در این استان وجود دارد و از مجموع 145 مدرسه تنها 2 مدرسه به تجهیزات کامپیوتری و پرینتر مجهز هستند. بخشدار لوداب به خبرگزاری ایلنا گفته است که بسیاری از مدارس این شهر فاقد آسفالت، میز معلم، تخته، وایت بورد و حتی میز و صندلی دانش آموزان است. و اما همزمان با بازداشت دست کم 5 دانشجو و احضار 10 دانشجو در آستانه سال تحصیلی جدید، فعالان دانشجویی 12 دانشگاه بزرگ ایران در بیانیه‌ای مشترک و همچنین دانشجویان هنرهای زیبا و دانشگاه هنر تهران در بیانیه‌ای جداگانه سال تحصیلی جدید را مرحله تازه‌ای از کنشگری و مقاومت مقابل اقدامات سرکوبگرانه حکومت خواندند. در این بیانیه ها آمده که ما با صدای بلند اعلام می کنیم که آنها آرزوی انفعال و سکوت دانشگاه و ما دانشجویان را به گور خواهند برد. فعالان تشکل‌های صنفی 12 دانشگاه ایران در بیانیه مشترکی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید با عنوان ما باز می‌گردیم نوشتند که تجربه متناوب خواستن، سرکوب و ایستادگی طی سال گذشته و در جریان اعتراضات زن، زندگی، آزادی ما را وارد مرحله تازه‌ای از کنشگری و مقاومت برای رسیدن به آرمان‌هایمان کرده است که اقدامات سرکوبگرانه حکومت را بی اثر خواهد کرد. و اما همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، میلیون‌ها دانش آموز در ایران، یک سازمان حقوق بشری گزارش داد که طی 9 ماه اخیر دست کم 110 دانش آموز و 47 معلم بازداشت شدند و برای شماری از دانش آموزان و معلمان احکام زندان و شلاق صادر شده است. از سوی دیگر سازمان معلمان ایران، انجمن اسلامی معلمان و مجمع فرهنگیان طی بیانیه‌ای در آغاز سال تحصیلی جدید به محدودیت‌ها و فشارهای سیاسی علیه معلمان و فرهنگیان اعتراض کردند. کانون فرهنگیان استان اصفهان نیز در بیانیه ای ابراز امیدواری کرد که در سال تحصیلی جدید ظلم و ستم، جهل و نادانی، فقر و بی‌عدالتی در ایران ریشه‌کن شود و انجمن صنفی معلمان کردستان نیز نسبت به امنیتی کردن فضای مدارس توسط دستگاه‌های حکومتی اعتراض کرد. سایت حقوق بشری هنگاو همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید برای میلیون‌ها دانش آموز و هزاران معلم در ایران در گزارشی آمارهایی از سرکوب گسترده معلمان و دانش آموزان، صدور احکام شلاق و زندان برای معلمان و دانش آموزان در شهرهای مختلف ایران منتشر کرد. و اما تشکل صنفی معلمان از بازخرید و اخراج محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران خبر داد. کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نوشته است که ما
برای بار سوم است که حبیبی با حکم بازخرید و اخراج مواجه می شود و با این حکم برای همیشه امکان حضور در شغل معلمی را از دست داد. بر اساس این گزارش، این فعال صنفی معلمان در سالهای 99 و 1400 نیز از آموزش و پرورش اخراج شده بود. بینندگان گرامی، از شما دعوت می کنم همچنان با خبرهای امروز همراه باشید. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اونو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین؟ و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندا و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. با ریسیور های خود کلنجار نروید. جل باکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبان های فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. ادامه خبرها.
شورای بازنشستگان ایران در بیانیه‌ای به مناسبت سال نو تحصیلی و بازگشایی مدارس از سیاست خصوصی سازی آموزش و پولی شدن مدارس انتقاد کرد و نوشت فقر عمومی و سیاست‌های آموزشی بخشی از کودکان را از مدارس جدا و راهی خیابان کرده است. این شورا با اعلام اینکه اول مهر ماه برای دانش آموزان، معلمان و خانواده‌ها یکسان آغاز نمی‌شود، افسود برای بخشی از جامعه امکان ادامه تحصیل اساساً منتفی شده و برای لایحه مرفه 1% مدارس لاکچری صدها میلیون تومانی آغوش باز می‌کنند. در بیانیه این شورا آمده است تبعیضات گسترده و پردامنه در لایحه سیستم آموزشی ناکارآمد بارها و بارها فریاد زده شده، ولی گوش شنوایی مگر برای احضار و بازجویی معترضان وجود ندارد. این تشکل صنفی اضافه کرد هر گوشه از این ساختار را که بنگریم با دیوار بلندی از تبعیض‌های طبقاتی، جنسیتی، قومی و دینی مواجه می‌شویم. آمار و ارقام نگران کننده کودکان محروم از همین تحصیلات نیمبند هم به جایی رسیده که نمایندگان مجلس و مدیران بالادستی برای حفظ کرسی‌های منحوس خود گاه‌گداری به آنها اشاره می‌کنند و اشک تمساح می‌ریزند. و اما منابع خبری در ایران از استعفای دبیر فرهنگستان علوم به دلیل آنچه دخالت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی اعلام شده خبر دادند. بر پایه تصویر منتشر شده از نامه استعفای رضا فرجی دانا دبیر فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی، این نامه 30 شهریور ماه و خطاب به مجمع عمومی این فرهنگستان نوشته شده است. رضا فرجی دانا در بخشی از متن استعفا با اشاره به دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی در انتصاب عده‌ای به عضویت پیوسته این فرهنگستان بدون کسب و نظر و رأی مجمع عمومی چنین اقدامی را بدعتی تاریخی دانسته است. فرجی دانا استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دولت پیشین جمهوری اسلامی بوده که سابقه 11 سال عضویت در فرهنگستان علوم و دبیری آن در 20 ماه گذشته را در کارنامه خود دارد. و ما فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری، از کشته شدگان اعتراضات مهسا روز شنبه اول مهر از تداوم بازداشت پدر و برادرانش توسط جمهوری اسلامی خبر داد. خانم حیدری با انتشار تصویری ترکیبی از حمله ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به منازل پدریش و اعضای آسیب دیده خانواده‌اش در جریان حمله ماموران با گلوله و اشکاور آنها را متهم کرده که به دلوان 2 ساله نیز اشکاور زدند و سبب بستری شدن مادرش در بیمارستان شدند. و اما آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، روز جمعه 31 شهریور با اشاره به تصمیم جمهوری اسلامی در لغو مجوز فعالیت شماری از بازرسان مجرب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است این اقدام نشان می‌دهد که ایران تمایلی برای ایفای نقش مسئولانه در برنامه هسته‌ای خود ندارد. آنتونی بلینکن در پاسخ به پرسشی در خصوص اظهارات ولیعهد عربستان درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت فعالیت‌های ایران برای داشتن برنامه هسته‌ای یک عنصر اساسی بی‌ثبات کننده است که نه تنها امنیت کشورهای منطقه بلکه فراتر از آن را به خطر می‌اندازد. به همین دلیل است که ما مصمم هستیم، رئیس جمهور بایدن مصمم است که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. و ما ابرام پیلی، معاون فرستاده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، روز جمعه 31 شهریور از لایحه حجاب و عفاف که به تازگی در مجلس تصویب شده انتقاد کرده است. او در حساب کاربری فرستاده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق با اشاره به مصاحبه خود با شبکه بی بی سی نوشته است قانون تنبیهی تازه حجاب اجباری در حکومت ایران گامی به عقب برای حقوق زنان، حقوق بشر و آزادی‌های مذهبی است. ابرام پیلی تصریح کرده است ما همچنان در کنار مردم ایران می‌ایستیم، زیرا آنها به طور مسالمت‌آمیز دموکراسی و کرامت انسانی اولیه خود را مطالبه می‌کنند. از شما بینندگان گرامی دعوت می‌کنم همچنان با خبرهای امروز همراه باشید. درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا.
سامان هیدری و همکاران متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. من عاشق سفر کردنم. همیشه هم دوست دارم با یک کوله پشتی سبک سفر کنم. اوه، این چیه؟ شاید باورتون نشه، ولی من با این میتونم یه قسمتی از هزینه های سفرم هم در بیارم. بیاین بهتون یاد بدم شما هم چجوری میتونین هم سفر کنین هم پول در بیارین. کافیه اپلیکیشن پسنجر رو فور فری دانلود کنین و ببینین تو شهر شما چه کسایی بسته هایی و به مقصدی که شما دارین به اونجا سفر میکنین میخوان بفرستن. حالا وارد اپلیکیشن پسنجر بشین و لیست تمام بسته های موجود رو ببینین. با انتخاب مبدا و مقصد لیست بارهایی که میتونین هم بکنین برای شما نمایش داده میشه. برای اطلاعات بیشتر صفحه ما رو در اینستاگرام به آدرس Find My Passenger فالو کنید. با پسنجر تو سفر بعدی قسمتی از هزینه هاتون رو کاور کنین. بیژن جواهری نسل سوم از خانواده بزرگ جواهری در قلب بیورلی هیلز برای خرید فروش، تعویض و ارزیابی برای شرکت‌های بیمه در خدمت شماست. بیژن جواهری که نماینده رسمی سیتی آف بیورلی هیلز برای خرید جواهرات می باشد، این بار زیباترین جواهرات طلا و سکه را در شوروم خود در بیورلی هیلز به نمایش می گذارد. بیژن جواهری در جفریز جولری فقط با تعیین وقت قبلی پذیرای شماست. تلفن 310-278-84-85. اوج زیبایی و شکو با بیژن جواهری. ویست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه ویست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، ویست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در ویست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. ادامه خبرها. وبسایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز شنبه اول مهر، نخستین روز سال تحصیلی در ایران، از دسترس خارج شد و یک گروه هکری به نام قیام تا سرنگونی اعلام کرد که با هک 500 سرور و سامانه این وزارتخانه به 20,000 سند دست یافته است. ندا شفیعی، معاون روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بدون اشاره به جزئیات هک وبسایت این وزارتخانه، از تلاش برای بررسی‌های بیشتر درباره وقوع این اتفاق خبر داده است. در این ارتباط کانال تلگرامی قیام تا سرنگونی که میگوید وبسایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را هک کرده، اقدام به انتشار اسناد و نامه‌هایی کرده است که مربوط به استخدام نیروهای بسیج در دانشگاه‌ها، اسامی
شماری از اعضای گردانهای موسوم به آشورا و از زهرا در این وزارتخانه اسامی و شماره تلفن‌های 116 تن از مدیران حراست دانشگاه‌ها، صورت جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد اعتراض‌های دانشجویی و حتی درخواست رئیس دانشگاه تهران برای تعطیل شدن کافی شاپ‌ها در این دانشگاه می‌شود. این کانال تلگرامی نزدیک به سازمان مجاهدین خلق ایران است. و اما فرماندهان اوکراینی میگویند تسلیحات سنگین تامین شده توسط غرب در نبرد شدید در حومه باخمود که در اردیبهشت به تصرف روسیه درآمد، تلفات قابل توجهی را به خطوط دشمن وارد کرده است. به گفته فرمانده یگانه توپخانه اوکراین، نیروهای مسلح اوکراین به سامانه‌های توپخانه‌ای سنگین ساخت ایالات متحده و نیز لهستان بسیار متکی هستند. او گفت مهمترین عامل این است که نقطه مورد نظر را هدفگیری کنیم. روس‌ها از تجهیزات جنگی ما متنفرند. این چیزی است که ما با شنود پیام‌های آنها شنیده‌ایم. می‌شنویم که برای آنها جهنم آفریدیم و آنها مدام در این فکرند که چه مقدار مهمات برای ما باقی مانده است. و ما رهبران گروه جدایی طلب ارمنی در قره‌باغ کوهستانی که بعد از حمله نظامی چند روز پیش از جمهوری آذربایجان پیشنهاد خلع سلاح را پذیرفتند، قرار است امروز روز شنبه بر اساس توافق با باکو سلاح‌های خود را زمین بگذارند. مسکو تایید کرده که این گروه نظامی روز جمعه برخی سلاح‌های خود را تحویل دادند و این روند با کمک صلح‌بانان روس در طول این هفته ادامه خواهد داشت. در حالی که جمهوری آذربایجان می‌خواهد این منطقه و 120 هزار ارمنی ساکن در آن را به تابعیت خود درآورد، ارمنیان ساکن قره‌باغ می‌گویند بیم آزار و اذیت از طرف باکو را دارند و جهان را به رها کردن خود متهم می‌کنند. و اما فلسطینیان و هواداران آنها همراه با سازمان‌هایی در آمریکا و برخی از سیاستمداران اسرائیلی از نخست وزیر اسرائیل به دلیل نقشه‌ای که در سخنرانی روز جمعه خود در سازمان ملل به دست گرفت و در آن هیچ نشانی از اراضی فلسطینی نبود انتقاد کردند. بنیامین نتانیاهو روز 31 شهریور در سخنرانی در 78مین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد هنگام تشریح سیاست خود برای گسترش صلح با عربستان سعودی و کشورهای دیگر نقشه‌ای را نشان داد که در آن اسرائیل کوچک، منزوی و احاطه شده در میان دنیای عرب متخاصم در سال 1948 میلادی در زمان برپایی کشور اسرائیل دیده می شد. او کمی بعد نیز تصویر پشت این نقشه مبنی بر تلاش اسرائیل برای تحقق صلح با عربستان و پیمان صلح با مصر، اردن، سودان، امارات متحده عربی را نشان داد. و اما پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در سخنانی که به نظر می رسید با موضع برخی رهبران اروپایی در تضاد است، گفت دولت‌های اروپایی باید به پناهجویانی که از دریای مدیترانه عبور می کنند کمک بیشتری برسانند. او که برای شرکت در یک گردهمایی مذهبی به شهر بندری مارسی در فرانسه رفته، روز شنبه اول مهر تأکید کرد که آنها زندگی خود را در دریا به خطر می اندازند. آنان مهاجم نیستند. آنها در جستجوی پذیرش و مهمان نوازی هستند. اشاره پاپ به پناهجویانی است که از شمال آفریقا سوار بر قایق‌ها به سمت مرزهای آبی اروپا در ایتالیا و فرانسه حرکت می کنند تا در این کشورها پناهنده شوند. و اما ایران پس از کسب مدال طلای جهانی در دسته فوق سنگین در کشتی آزاد، در کشتی فرنگی هم موفق شد عنوان قهرمانی وزن آخر را نصیب خود کند. در ادامه مسابقات جهانی و گزینشی المپیک به میزبانی صربستان، امین میرزازاده روی سکوی نخست 130 کیلوگرم ایستاد. او تا لحظات پایانی بازنده بود، اما با بیرون انداختن حریفش از تشک نتیجه را 2-2 کرد تا به دلیل کسب امتیاز آخر قهرمان جهان شود. رضا کایالپ 33 ساله از ترکیه پارسال در همین ورزشگاه میرزاده را 1-1 برد و قهرمان شد. این بار نیز کایالپ 2-0 پیش افتاد، اما اسیر نیروی جوانی حریف ایرانی شد. از شما بینندگان گرامی به خاطر توجه و همراهیتان با این برنامه خبری بسیار سپاسگزارم. شب و روزتان بخیر. پاینده ایران.